آن پاینده ایران نوروز باستانی بر همه شما ایزان خوشسته بود و یه خبر بد دارم همش خبر بد داریم پوزش میخوام به خدا من دوست اخبار شاد بهتون بدم ولی فضای کشورمون واقعا مدت هاست که خبر خوبی تولید نمیکنه. کنه 17 تا از کاروان سراها و مراکز گردشگری که مردم جا گرفته بودن که در مسافرت های نوروزی اونجا برن شب مثلا سکونت داشته باشن بابت بیهجابی بسته شده این بیهجابی ها این بی ها، این بسته شدن ها و پلوم شدن ها به قدری بوده صدای وزیر گردشگری کشورمون آقای زرقامی که حرفای خوبی داره میزنه این مدت و به شدت مورد حمله جریان زامبی مذهبی است صدای ایشون هم در آورده درود به آقای زرقامی خدای موازه خوبی گرفته تو این مدت 6 ماه من باید ازشون دفاع کنم دیدم هاشمی گلپایگانی بهش فشار میاد که من از آقای زرقامی دفاع میکنم هاشمی هاشمک چرا انقدر بهت فشار میاد علج تو اصلا دارم این برنامه رو میسازم چون دیدم تو فشار بهت میاد گفتم بذار یه بار دیگه یه بهانه‌ای باشه از آقای زرقامی دفاع کنی آقای زرقامی حتی روزنامه اعتماد زده میگه پلمپ اماکن گردشگری به دلیل بیهجابی صدای زرقامی را هم در آورد میگه وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت ما موافق پلم کردن نیستیم چرا که در, در مورد مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه ریزی کردن وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلم میشود در واقع تضعیف حقوق عمومی است یعنی انقدر شعور ندارید اگر دوتا خانم تو یک مرکز گردشگری بیهجاب میشن شما اونو پلم میکنید بقیه خانواده ها چی اون همه آدمی که اونجا کار بکنه. با... شما همه ایران رو بعد پلم کنید در آینده همه ایران رو بعد پلم کنید برای که جنبش اسلام صدایی جنبش زدیت با هجاب سه لحظه به لحظه داره گسترش پیدا میکنه بوتا نمیایم تو این زمینه اذیتتون میکنیم حالا ادامه صحبت آیه زرگامی به چی میگه میگه عزت اینا که گفتم میگه وزارت م... من... میگه وزارت میراث مسئول... میگه وزارت میراث مسئولیت نظارت بر اماکن مقتی رو بر عهده دارد بیش از 18 هزار مرکز اقامتی و تاسیسات گردشگری بیش از پر... 520 هزار تخت اقامتی و 186 هزار و 500 اتاق در حوزه اقامتی در کشور داریم اینها همه مدیریت و نظارت می شود تا از هر جهت خدمات درستی داده شود یکی از این مسائل سلامت اجتماعی و فرهنگی است به گزارش ایلنا مهمترین بخش های این گفتگو را در ادامه می خوانیم حالا ببینیم ایلنا چیا گفته نگه گردشگری در کشور ما امری خانواده محور است مردم با فرهنگ ما بسیار اساس هستند به اینکه محیطی برای گردشگری آنها در نظر گرفته می شود حداقل سلامت و بهداشت فرهنگی و اجتماعی را دا داشته باشد و خود مردم ما به طور جدی این مسائل را رعایت میکنن ما هم موظف هستیم که این فضا رو برای آنها حفظ کنیم اگر موارد خاصی از این نابهنجاریا مشاهده می شود طبق قانون وظیفه داریم برخورد های لازم را انجام دهیم کما اینکه به طور مستمر داریم این کار را می نهادهای نظارتی دیگر هم مسئولیت هایی دارند که ما با آنها هماهنگی داریم و در بسیاری از حوزه ها از استان ها و شهرستان ها با هماهنگی نهادهای نظارتی وظیفه خود را انجام می دهیم. مورد های بسیار محدودی که پیش می آید به نظر من می توان می تواند اتفاق نیافتد به خصوص در مورد پلم کردن ما موافق پلم کردن نیستیم چرا که در مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه ریزی کردن وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلم می شود در واقع تضعیف حقوق عمومی است و به خصوص گردش کردن خارجی که برنامه ریزی می کنن و اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات دیگری در کشور پیدا می کند ببینید فقط شما احمقی مراکز گردشگری یا می میکنی هزار تا مشکل در پسش پیدا میشه چرا نمیفهمید پوزش میخوام الان چند ساعت پنج ساعت و پنج چهار دقیقه است برنامه اجرا میکنم بگیم 6 ساعت که خیلی شو ببینیم میگه نشان دهیم هم میگه که اینجا میگه پیدا میشه ما نباید کشور را برای گردشگر خارجی ناامن نشان دهیم گردش فقط هم برای خارجی برشون مهم ها برایشون مهمه آقا تو داریم به مردم خودت ناامن نشون میدی ای زرقامی اصلا مهمتر است. حالا شما به خاطر شغلتون الان بحث گردشگری خارجی براتون در اولویته ولی حقیقت ماجرا اینه که کشور برای مردم ایران ناامن شده جمهوری اسلامی که میبالید به امنیت امنیت رو فقط در برابر حمله خارجی تونسته تامین کنه که ما اتفاق تلخ جنگ جهانی اول و دوم رو تجربه نکنیم که کشور توسط خارجی اشغال بشه بله در این جمهوری اسلامی امنیت آورده ولی به جاش امنیت اجتماعی رو گرفته امنیت داخلی رو گرفته ناامنی روانی ایجاد کرده خود حکومت اصلا همین حرفایی که الان 46 تا نامه دادم رئیسی یا حرفای آقای شریعت مداری یا حرفایی که امام جمعه در مورد افاف و حجاب میزنن خود این تولید ناامنی برای ملت ایران میکنه و برای خوشنودسازی تعدادی میمان زشت که چادری هستند و به خاطر های زشت و بدترکیب و به خاطر تنبلی که حاضر نیستن به سر و صورتشون برسن و میترسن که شوهرانشون چون شوهرانشون رو میشناسن دیگه همه ممل پرستن ممل پرست یعنی چی؟ یعنی که محمد رفته در خونه ی عروس خودش داماد خودش رامد میگم نشه عروس خودش یعنی زید بن حارس که خانمش زینبه در خونه رو زده زینب اومده ممل با یه نگاه زینب رو دیده و بخشید ممل کوچیکش بلند شده یعنی طرف چشم داشته به عروس خودش خب آقا یه همچین آدمی که پیام برای این جماعت باشه خب این جماعت معلومه دیگه فردا خانم ها بشن این آقاین مذهبی مثل سگ زبون بیرون آب دهن بزاق دهن اینجوری میریزه اینجوری میکنن خب او خانم زشته بعد ترکیب تنبل بوی سیری که حاضر نیست به سر صورت خودش برسه وقتی که ببینه شوهرش زنان دیگر رو میبینه خب حق داره بترسه چون شما مریضید شما مریضی اسلام شیهه دارید ولی بقیه مردم مریض نیستن میخوان زندگی کنن چیکار کنن خب بعد به خاطر حجاب شما می اماکن رو میبندید ببین کلا مسئله اینه ما با یک جماعت دگری زیاده خواه 11 میلیونی مریض مریض ویروس محمد دارن اینا و این زنهای چادری چرا دارن خودشون رو پاره میکنن میگن نه بعد زن رو بیهجاب بشن چون نه خودشون اهل رسیدگی نه خدا بهشون جمال داده نه اینکه خودشون یه خورده تنگ و تونگ میکنن به سر و صورتشون برسن و دازه اگه خودشون هم تنگ و کنن شوهر هرزهشون رو میشناسن شما این بچه مذهبی که ریشو هستن جای مهر نماز نماز این هرزن اینا با هر زنی ببینن خودشون خراب خدا رو شو خدا خراش ناخ شاخ نداد بهش شما بچه مذهبی ها جزیره قناری بودید چه, چه کار میکردی دیگه هر روز تو ساحل ماسپالو سرچ کنید ساحل ماسپالو ما سکس توی گوگل ببین من کجا زندگی میکنم دیگه شما تو ساحل ماس پالوماس دیگه من میترسم دیگه انقدر میرفتی صحنه ها رو میدید و کارا رو انجام میدادید داستانا داشتی کلا انقدر زیاده روی میکردید از کمر دیگه تا میشدید دیگه شما بچه مذهبی ها خدا خر شناخته همون جایید واقعا پاتون به این جزیره نرسیده بگذاریم میگه ما نباید کشور را برای گردشگری خارجی ناامن نشان دهیم اگر به آثار مختلف ایران هراسی یعنی به بهانه ایران هراسی مقابله میکنیم یکی از آنها هم میتواند گردشگری خارجی باشد تصور بیچاره داره با زبون خود این مذهبی و باشو صحبت میکنه اینا نمیفهمن تصور کنید جایی را رزرو کرده و وارد شده و به هر دلیل آنجا پلم شده است و رزروش از بین رفته است به دلیل اینکه عزیزان و مسئولان توجه دارن من سهشنبه چهارشنبه پیگیری کردم. امیدوارم این دو سه مورد خاص مرتفع شود و ما پلوم را به عنوان یک راه حل عادی برای حل برخی از مشکلات به هیچ وجه نداشته باشیم خب بیچاره داره تلاش میکنه با زبون خود این زامبیای مذهبی باهاشون صحبت کنه که آقا جان شما پلوم میکنید خیار است خیار آقا شما باعث ناامنی روانی میشید برای جامعه خودمون برای خارجی ها ایجاد ناامنی میکنه اینا میرن تو کشورشون میگن بابا آدم باش دیگه آی مذهبی خانم مذهبی آدم باش دیگه تو رو خدا شد. این همه قنبل کردی در این نمازهایی که میبخشی رکو کردی در نمازهایی که خوندی این قنبال ها این رکو بخشی رکو ها اینا افاقه نکرد که شما آدم بشی بس این نماز برای چی میخونی عیزم این همه دلا شدی این همه چه میدونم به حالت سگی قنبال بشید سرت پایین کونت هف بوزش با سنت هوا آدم نشدید شما پوزش میخوام واقعا یه خورده بعد از این داستان محسا به دو دلیل حتی من دو تا دلیل داره خود ادبیات هم داره بد میشه پوزش میخوام واقعا خدا این ادبیات شخصیتی من نیست پشت پرده جلو دوربین بی ادب شدم خانم من میگه عجیبه اومی تو پشت داستان خیلی با چرا چی شده جلو دوربین انقدر بی ادب شدی یه خود ادبیات هم و من در گذشته یه خود پایین آوردم به خاطر اینکه جامعه نسل امروز انقدر عصبیه و ادبیاتش انقدر چیز قبل از داستان محسا دارم میگم یه تو سه چهار سال گذشته یه مقدار ادبیاتم رو سطحی کردم برای که بتونم با نسل جدید ارتباط بگیرم که خب موفق شدم خب این یه بخشش بابت استراتژی بود که با ادبیات تر بتونم ارتباط بگیرم با نسل جدید چون ادبیات نسل جدید ما متاسفانه نازله ولی بعد از محسا امینی این استراتژی مخلوط شد با یه خشمی که از توی این مذهبی ها وجود داره یعنی خشمی که اینا به من انتقال دادن آدم هر چقدر میخوام منطقی صحبت کنه بعد میبینه بهش فشار میاد یه مقدار ادبیات باز نسبت به اون چیزی که استراتژی بود به خاطر مسئله روانی خودم نازل تر کردم به این فشار نیاد ولی دیگه قرار نیست انقدر نازل بشه که این حرف رکیک بزنیم من بابت واژه که در اومد واقعا از بیننده ها به خصوص بانوان واقعا پوزش میخوام دمتون گرم به یعنی این همه شما رفتید نماز خوندید این سر پایین باستن بالا اینا شما رو آدم نکرده که همچنان شما پافشاری میکنید که آقا اماکن باید پلم بشه حرف من اینه به حال دمتون گرم آقای زرقابی من میفهمم تو داری چیکار میکنی دمت گرم خسته نباشی و پاینده ایران بدرود